سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی، به این بخش خبری خوش آمدید. من مهدی بهنام از جوار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستم تا بخش دیگری از اخبار شهر را به آگاهی شما عزیزان بیننده برسانم. استانداری کربلا اعلام کرد حدود 6 میلیون زائر در مراسم بزرگداشت عاشورای حسینی شرکت کردند. به گزارش همکارم در رابطه با مراسم بزرگداشت عاشورا در شهر مقدس کربلا توجه فرمایید. قاسم علی الیساری رئیس شورای استانداری کربلا معلا تاکید کرد طرح امنیتی خدماتی سال روز شهادت سید الشهدا امام حسین علیه السلام با موفقیت انجام شد. الیساری اظهار داشت کربلا معلا با تلاش دستگاه‌های امنیتی و خدماتی و اهالی این شهر توانست به زائران خدمت رسانی کند و بدون هر گونه رخداد امنیتی و یا مشکلی این مراسم برگزار شود. پیش از این نهادهای خدماتی امنیتی و بهداشتی از موفقیت آمیز بودن طرح ویژه مراسم عاشورا و عزاداری تویرج خبر داده بودند. فرودگاه بین المللی نجف اشرف اعلام کرد که از 1 تا 9 محرم الحرام میزبان بیش از 71,000 زائر بوده است. همزمان با روز عاشورا در عراق میلیون ها زائر از کشورهای مختلف به زیارت کربلا مشرف شدند. همچنین بزرگترین دسته عزاداری عاشورا با عنوان دسته تویریج هروله کنان از 20 کیلومتری کربلا حرکت کرده و در منطقه قنطره السلام 2 کیلومتری کربلا نماز ظهر و عصر را اقامه کرده و به سوی کربلا روانه شدند. این دسته عزاداری با ندای لبیک یا حسین وا حسینا به حرم امام حسین علیه السلام مشرف شده و پس از آن به سوی حرم حضرت عباس علیه السلام رفتند. همچنین در روز عاشورا شهر مقدس کربلا شاهد حضور میلیون ها عزادار کفن پوش بود که برای مواسات با سید و سالار شهیدان و برای اعلام جانفشانی در لشکر بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف سر و صورتشان را با خون خود رنگین کردند. علاوه بر برگزاری عزای عظیم غم زنی در شهر مقدس کربلا، سوگواره خون و شمشیر در سایر شهرهای مقدس عراق نیز برگزار شد و علاوه بر آن هیئت‌ها و حسینی‌های مختلفی از برپایی مراسم غم زنی حتی در کشورهای غیر اسلامی خبر دادند. سازمان رسانه و ارتباطات عراق هم اعلام کرد که از ابتدای محرم تا کنون اصحاب رسانه و مطبوعات از داخل و خارج از عراق حضور گسترده‌ای در شهر کربلا داشتند. بر اساس اعلام این سازمان 538 دوربین، 725 خبرنگار از جمله 633 خبرنگار داخلی و 92 خبرنگار خارجی رویدادهای مراسم زیارت عاشورا را پوشش دادند. 15 رادیوی داخلی و 84 شبکه ماهواره‌ای هم در انتقال رویدادهای این زیارت نقش داشتند و بیش از 1108 ساعت پخش زنده از داخل کربلا انجام شد. رئیس سازمان رسانه و ارتباطات عراق از تلاش‌های گسترده تیم رسانه‌ای و بخش‌های تخصصی عتبه حسینی و عباسی در حمایت و موفقیت آمیز بودن پوشش رسانه‌ای تقدیر کرد.